سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. تشییع پیکر عالم بسیجی و رزمنده دفاع مقدس شهید مولوی عبدالواحد ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین علیه السلام در خارج. ما غیر از اسلام، غیر از این نظام اسلامی، غیر از ایران، غیر از اخوت، ما شیعه یک جا بودیم. تأکید رئیس جمهور بر بازنگری ساختارهای فرهنگی و ضرورت افزایش بهره‌وری در حوزه علم و فرهنگ همزمان با سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی. سقوط دوباره قیمت عمده فروشی مرغ، استمداد مرغداران از مردم برای ذخیره خانگی، افزایش احتمال جوجه کشی در روزهای آینده. ساخت دستگاه ارتعاش دهنده بدن با هدف سرعت بخشی به درمان مبتلا به آرتروز زانو. کنترل این فرکانس ارتعاش توسط دستگاه به راحتی قابل انجامه. جام جهانی قطر، رقابت مغرب با پرتغال و انگلیس با فرانسه امشب برای صعود به نیمه نهایی. آرژانتین و کرواسی با پیروزی مقابل هلند و برزیل به نیمه نهایی راه یافتند. و در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم. وزارت کار رتبه نخست صدور مجوز در دستگاه‌ها را از آن خود کرده. چقدر دستگاه‌ها از مشاغل خانگی حمایت می‌کنند و سهم مشاغل خانگی در اقتصاد کشور چقدر است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز شما بخیر بینندگان عزیز و گرامی. پیکر شهید مولوی عبدالواحد ریگی، امام جمعه فقید اهل سنت مسجد امام حسین علیه السلام خاش، با حضور گسترده مردم از این مسجد واقع در خیابان رودکی تا ایدگاه سراحی خاش تشییع و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش روستای نرون در شهرستان تفتان منتقل شد. شهید مولوی عبدالواحد ریگی، بسیجی و رزمنده دفاع مقدس و از علمای شاخص منطقه و استان سیستان و بلوچستان، 17 آذر به دست افراد ناشناس ربوده و پیکرش 18 آذر در یکی از جاده‌های فرعی شهرستان خاش پیدا شد. من در کل مراحل در 8 تا جبهه جنگ من در خط مقدم بودم. در همه و در تمام مراحل انتخابات حاجی خبرگان رهبری مجلس شورا ارکمخار این خود ما افتخار ما بوده. حاجی ما غیر از اسلام، غیر از این نظام اسلامی، غیر از ایران، غیر از اخوت، ما شیعه یک جا بودی. اونه میره هر یکی میره بخونه تاریخ را بخونی که ما شیعه با هم دیگه چه مشکلی داشتیم. خوبت ما من که امامم و اینا را دارم شب و روز در منبر، حتی به من والله گروه حتا تهدید کردن که اینا رو باز بکشید. پیکر شهید مرزبانی سرباز وظیفه معین قدمیاری از میدان بیت المقدس مشهد به سمت حرم مطهر رضوی تشییع و برای خاکسپاری به شهر خرو منتقل شد. سرباز معین قدمیاری 16 آذر در درگیری با اشرار مسلح در مرزهای شمالی استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید. با حضور مردم شهید پرور، پیکر پاک مرزبان شهید معین قدمیاری تا حرم مطهر رضوی تشییع شد. این سرباز وظیفه در دفاع از مرزهای شرقی کشور در هنگ مرزی زابل به شهادت رسید. ما اینجان مو خدا شاهده، دیروز خونی که ازت ریخته بود دیدم 10 تا 80 تا ما این از اونجا حرکت کرد. خدا امانتت بود بهت دادم، اصلا هم ناراحت نیست. شهدایی که با اهدای خون خود نظم و امنیت مرزها و اقتدار کشور را رقم زدند. برای امنیت این کشور رفتن و ما باید حافظ و پاسدار خون این شهیدان باشیم و از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فقیه دفاع بکنیم.
پیکر پاک این شهید مرزبانی پس از تشییع و طواف در حرم امام رضا علیه السلام برای خاکسپاری به زادگاهش شهر خرو منتقل شد. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس. رئیس جمهور سهیم شدن فرهیختگان و صاحبان اندیشه در تصمیم گیری و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شد. آقای رئیسی در همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول بر لزوم برخورداری اهالی علم از بصیرت و تحلیل درست درباره مسائل روز کشور تأکید کرد. ولی عمدتاً مصوبات باید هدفمند باشه و یک هدف مهمی رو نشانه بگیره و در اون راست حرکت کنه. سفخ ابلاغ کفایت نمی‌کنه. این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور در همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول است. آقای رئیسی از فرهیختگان و صاحبان اندیشه خواست در خصوص مصوبات این شورا اعلام نظر کنند تا در تصمیم سازی، تصمیم گیری و نوع اجرا هم سهیم باشند. اظهار نظر شما، نقد شما، نظرات شما حتما بدونید که برای بنده و دوستانم و همکارانم در دولت کارساز خواهد بود. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از الزامات تحول در این عرصه گفت. اولین گام در تحول نگاه تحولیه. نکته دوم یک بازنگاهی بشه در فرایندها. طبیعتاً باید بخش‌های مختلفی که متکفل علم و فرهنگند در جامعه یه بازنگاهی هم نسبت به ساختارهای خودشون داشته باشن. باید معلوم بشه موازی کاری ها کجاست و همچنین توجه به میزان بهره وری. هزینه کردن در این بخش ها نوعی سرمایه گذاری است. نباید نگران هزینه شد، اما حتما کسانی که رصد میکنن شرایط رو ببینن آیا به میزانی که ما در این قضیه هزینه نیروی انسانی و هزینه های دیگر شد، باید محصول و نتیجه حتما در خور باشه. محور دیگر صحبت‌های رئیس جمهور لزوم برخورداری اهالی علم و دانش آموزان و دانشجویان از بصیرت و ارائه تحلیل درست در خصوص مسائل روز کشور بود. من دیداری داشتم چند هفته قبل در جمعه 4 ساعت با بچه‌های سمپادی در اردوگاه شهید باهنر. حرفای خیلی خوب و شنیدنی داشتن. از جمله حرفاشون بودن که فلانی در این مدارس سمپاتی با ما خوب یاد میدن بحثای علمی رو، اما چرا یک جلسه نمیگذارن سوالات سیاسی، اجتماعی، بصیرت آفرینی، بصیرت افزایی؟ ما اینم نیاز داریم. چرا این قایبه تو کلاسای ما؟ مفهوم سازی در عرصه فرهنگی تاکید دیگر آقای رئیسی بود. واژه بازنشستگی حتما باید عوض شود. بازنشستگی از این واژه خودش نشستن و منتظر موندن برای یک روزهای دیگه است. پیشکسوتان یه چیزی دیگه ای فکر کنید برای این قضیه. فارغ التحصیل، اینم از اون واژگان عجیبه. و اینکه باید در عرصه اشتغال هم فرهنگ سازی صورت گیرد. رفتم رباط کریم، گفتن اینجا یک نفر بیکار نیست و زمینه داریم برای اینکه مهاجرت پذیر باشیم به جای مهاجرت فرست. رفتم هفته قبل پاکدشت، گفتن ما یک نفر اینجا بیکار نداریم، افراد اینجا بیان برای کار. اما بعضی از فارغ التحصیلان ما هستن که تعبیر فارغ التحصیل یعنی فوق لیسانس و دکتراشونو دارن، منتظرن فقط کار رو کارهای خاص اداری معرفی میکنن. رئیس جمهور گفت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان کار جهادی میطلبد. خدا رحمت کنه آقای حاج قاسم رو. یه وقت آمد مشهد، من خادم علی ابن موسی رضا علیه السلام بودم، بهش گفتم آقای حاج قاسم طیب الله در حوزه نظامی پیروز شدی، اما خودت بارها گفتی که بعضی اینایی که در مقابل ما هستن کسانی هستن که تو همین کشورها ذهنشون رو رفته داعش آلوده کرده. برای این چه فکری کردی حاج قاسم؟ یک لشکری مثل لشکر نظامی، لشکر فرهنگی میخوان که برن ذهنها، فکرها، باورهای اینا رو کار کنن. گفت درست. پیش از رئیس جمهور هم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اهداف ایجاد تحول در عرصه فرهنگی کشور گفت. میتوانیم با یک برنامه ریزی اساسی با توجه به حوزه ها و منابع اصلی تحول فرهنگی این تحول رو به سمت استقرار تمدن نوین اسلامی ایجاد بکنیم. رئیس جمهور تاکید کرد که مجامع علمی و فرهنگی ارتباطشون رو با بدنه جامعه قوی تر بکنن تا بدونن اقتضای امروز اجتماعی ما چه هست. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد در دستگاه قضایی مصلحت اندیشی جایی ندارد و معیار اجرای قانون است. مصلحت اندیشی نشه. ببینیم واقعا قانون چی میگه، از قانون چی برداشت میشه و بر اساس اون رأی بدیم، نه اینکه بگیم آ مصلحت در جامعه چی اقتضا میکنه. مصلحت اندیشی اینجا به نظر من جا نداره، چه در دیوان عدالت اداری باشه چه در دیوان کشور. ما اینجا باید مر قانون رو ببینیم چیه. آقای اجرایی در دیدار با قضات دیوان عدالت اداری، فاصله افتادن میان صدور و اجرای آراء دیوان عدالت را باعث کم شدن اثر این آرا دانست و بر اجرای آراء احکام دیوان عدالت اداری در اسرع وقت تاکید کرد. کار دیوان باید به روز باشه، دقیق باشه، متقن باشه، آخرین حرف باشه، یعنی کسی دیگه نتونه خیلی حرف بزنه، و تصمیمی گرفت رأیی که صادر شد باید اجرا بشه و زودم اجرا بشه. بنابراین اگر یک کاری انجام بگیره اما با تأخیر زیاد، رأی صادر بشه اما اجرا نشه یا دیر اجرا بشه، اون اثر بخشی رو نداره. در پی افزایش تقاضای مرغ در بازار، عرضه این محصول امروز بیش از 35% افزایش یافته است. به گفته مدیر تحقیقات بازار سازمان میادین میوه و تربار، همکنون قیمت عمده مرغ در این میدان 11% پایین تر از نرخ مصوب فروخته می شود. مرغداران این روزها با مازاد تولید مواجهند. حدود 57 روز هستیم هنوز مرغ ما مونده، در صورتی که باید مثلا 3-4 روز پیش ما باید این مرغ رو به بازار میدادیم. همین مازاد باعث میشه که الان جوجه من رو 32,000 تومن هم مرغمون رو خرید نکنن، ولی تمام شده همین مرغ 48 تومن تا 50 تومن برای ما تموم شده. این جوری باشه ما نمیتونیم تولید ادامه بدیم، چون با این ضررهای هنگفتی، با این سرمایه هنگفتی که میذاریم هیچ وقت قابل جبران نیست ضررها. از سه‌شنبه هفته پیش که مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران از مردم خواست برای برون رفت تولید از این شرایط به ذخیره خانگی روی بیاورند، به سمت و سوی بریم که تولید کنندگان ما زیان نکنند و تقاضا برای خرید این محصول افزایش یافت. صدا و سیما اعلام کردن که برای حمایت از تولید کننده بله، به خاطر همین اومدن. دقیقاً ما هم هدفمون حمایت از تولیده. تلویزیون اعلام کرد که بیاید به خاطر اینکه تنظیم تقاضا و عرضه و تقاضا تنظیم بشه، شما باید مرغ بخرید برای ماه دو ماهی داشته باشید که تنظیم بازار. برای همین اومدین. آره. قرار شده اون جوجه رو بکشن، ما گفتیم دیگه جای بریم مرغ بخریم که جوجه رو نکشن. مشتریامون تقریباً 3 برابر شده. علی‌رغم روند صعودی تقاضا، امروز با افزایش عرضه باز هم فاصله نرخ بازار با مصوب 63,000 تومانی بیشتر شد. حدوداً 35% ما افزایش عرضه داشتیم تو میدان بهمن و از حدود 450 تن عرضه به حدود 600 تن رسیده. قیمت مرغ الان به صورت عمده در میدان بهمن حدود 50 تومانه و صبح هولوش 54 تومان بود. به دلیل افزایش میزان عرضه این قیمت کاهش پیدا کرده. قیمت خرده فروشی هم در میدان در حال حاضر هولوش 53 تومان. موضوعی که شرایط خرید و ذخیره خانگی را همچنان مهیا نگه داشته است. مصرف کنندگان محترم می توانند حسب نیاز ماهانه شون و حتی یه خرده فراتر از بازار امروز که مرغ در پایین ترین مقدار خودش قرار داره به بازار مراجعه بکنن، نیاز خودشون رو در بازار ابتیا بکنن. تجربه ضرر مرغداران پیشتر با حذف جوجه‌های یک روزه نمود پیدا کرده بود. این هم معدوم سازی جوجه‌های صحرای جنوب. موضوعی که اگر تکرار شود بیش از هر چیز زیان مصرف کننده را به همراه دارد. مرغدار داره الان ضرر میکنه. این عواقبش بده. یک ماه دیگه، دو ماه دیگه همون مرغ باز میشه 60-70 تومان. دودش باز چشم مصرف کننده است. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. خب گزارش رو به اتفاق دیدیم. درباره کاهش قیمت مرغ گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای آذری بقا. سلام بر شما. شما همطور که خب تو گزارش هم دیدیم از صبح در بازار مرغ حضور فعالی داشتید، بفرمایید الان وضع بازار مرغ به چه صورته؟ سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز.
خب امروز ورودی میدان بهمن که محل عرضه عمده مرغ هستش به 650 تن رسید. به طور متوسط این میدان در روز 400 تا 450 هزار تن مرغ رو در واقع عرضه میکنه و یعنی الان امروز 200 تا 250 تن بالاتر از اون متوسط ورودی داشته میدان برای مرغ گرم. و خب اون 120 میلیون جوجه ریزی که در ماه گذشته صورت گرفته همچنان به صورت مرغ گرم داره وارد بازار میشه. خب این بیش از تقاضا بوده و علت این که این افزایش عرضه هم وجود داره این هستش. یعنی با وجود این که امروز تقاضا افزایش پیدا کرده باز هم شما میفرمایید که عرضه زیاده. ببینید از روز سه شنبه که مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران از مردم تقاضا کرد که با ذخیره خانگی کمک بکنن به وضعیت مرغداران، 30% تقاضا افزایش پیدا کرده، اما حجم عرضه اینقدر هست که همچنان قیمت‌ها رو به پایینه و کافی نیست، یعنی هنوز توازن بین عرضه و تقاضا برقرار نشده. چی کار باید کرد؟ مردم باید چی کار کنن؟ من آخری قیمت‌ها رو اگه اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم. پنج شنبه قیمت عمده فروشی مرغ در میدان بهمن 56 تا 57 هزار تومان بود، صبح امروز به 53 تا 54 هزار تومان رسید. آخرین آماری که من همین دقایقی قبل از حضورم در خبر گرفتم 49 تا 50 هزار تومان شده قیمت عرضه عمده مرغ در میدان بهمن و خرده فروشی هم از 58 هزار تومانی که صبح امروز داشت عرضه میشد به 52 هزار تومان رسیده. نکته مسبب الان چقدره؟ عرض میکنم خدمتتون قیمت مسبب که 63 هزار تومانه الان، اونم خدمتتون عرض میکنم. در میادین میوه‌تره بار تا دیروز و امروز صبح 55800 تومان بود قیمت عرضه مرغ. صحبتی که من باز پیش از خبر داشتم با معاون بازرگانی سازمان میادین میوه‌تره بار از ساعت 14:30 دقیقه همین دقایق دیگه این قیمت هم به 52700 تومان کاهش پیدا خواهد کرد که خب این یعنی زیاد شدن فاصله عرضه قیمت عرضه مرغ با نرخ مسبب 63000 تومانی و خب باز افزایش ضرر و زیان برای مرغداران. خب باید چیکار کنن مردم؟ اینجا باید مردم کمک بکنن دیگه، درسته، به مرغداران؟ ببینید همونطور که نماینده مرغداران هم اعلام کردن این مسئله که الان وجود داره این هستش که زمان مناسبیه الان برای ذخیره سازی مرغ، یعنی حالا با توجه به اینکه قیمت پایین‌تر از نرخ مسببه الان در میادین میوه‌تره بار 52 700 تا 63 این فاصله ای که وجود داره، بله، و در صورت الان زمان مناسبیه برای اینکه مردم مرغ رو بخرن و برای ماهای آینده ذخیره بکنن. اتفاقی که اینجا میفته این هستش که اگر این ضرر و زیان مرغداران ادامه پیدا بکنه، حالا شاید بعضیا بگن که قیمت نزدیک میشه به نرخ مسبب این گران شدنه، اتفاقی که اینجا میفته این هستش اگر ضرر و زیان مرغداران ادامه پیدا بکنه و مرغداران جوجه ریزی نکنن در فصل پیش رو در چند روز آینده، این باعث خواهد شد که 45 روز دیگه که خب جوجه ها تبدیل به مرغ میشن و میخوان وارد بازار بشن، اون موقع دیگه قیمت ها رو نشه کنترل کرد، چون عرضه کاهش جدی پیدا خواهد، یعنی باز در نهایت مصرف کننده ضرر، یعنی حتی ممکنه که جوجه کشی هم اتفاق بیفته. همون بله، جوجه هایی که هست وقتی که مشتری پیدا نکنه در واقع مرغی که در بازار هست، به خاطر تعادل عرضه و تقاضا باید جوجه کشه. خیلی ممنون از شما، اتفاق هم بیفته. ممنون آقای آذری بقا، متشکرم از شما. اختصاص سهام عدالت جاماندگان منتظر اصلاحیه و جابجایی در سهام شرکت‌های قابل واگذاری است. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، بعد از تصویب این اصلاحیه، سهام عدالت به افراد جامانده اختصاص خواهد یافت. بیش از 3 میلیون نفر از هموطنانمون مشمول این طرح قرار نگرفتند. طرح جاماندگان سهام عدالت، طرحی که سال 99 در دستور کار دولت 12 قرار گرفت، اما به جایی نرسید. طرح جاماندگان سهام عدالت در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، اما دولت اعلام کرد که منابع اون رو در یه بازه زمانی کوتاه مدت امکان تامین نداره. سپس با روی کار آمدن دولت 13 توافقی میان دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس شکل گرفت و در نهایت طرح اختصاص سهام به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در بودجه 1401 تصویب و قرار شد تا خرداد نهایی شود. این افراد رو ما
پایان در واقع ماه جاری که اوایل تیر ماه به بعد هست آغاز میکنیم فرایند تخصیص سهام عدالت. چه پورتفویی، چه میزان سهمی، به چه شیوهی مستقیم یا غیر مستقیم تو جلسات آتی نهایی میشه و ابتدای مهر مصوبه تخصیص سهام دولتی به افراد فاقد سهام عدالت به تصویب هیئت دولت رسید. افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد بهزیستی برای اونها 10 میلیون تومان سهام عدالت به ازای در واقع هر فرد رو مصوب کرد. هفته گذشته هم بالاخره جزئیات مصوبه دولت در خصوص واگذاری سهام 5 شرکت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ابلاغ شد، اما برای آغاز فرایند تخصیص یک اصلاحیه احتیاج دارد. برخی از این شرکت ها نیاز به جابجایی دارن چون تکافو 10 میلیون تومان رو نمی کنن برای 3.5 میلیون فرد، که امیدواریم این اصلاحیه هم در اسرع وقت به تصویب برسه. بلافاصله بعد از ابلاغ اصلاحیه تخصیص سهام عدالت شروع میشه. 6 دهک دیگر درآمدی هم قرار شد بعد از اختصاص سهام به بازنشستگان تعیین تکلیف شوند که این مانع هم به زودی از مسیر آنان برداشته خواهد شد. با توجه به اینکه بازنشستگی در اولویت پرداخت بدهی‌های دولت هست و از این بابت 90 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه باید سهام در اختیار این شرکت‌ها قرار بده، موکول شده مبنی بر اینکه اول مسئله بازنشستگان حل و فصل بشه، بعد از اون سهام‌ها میزانی که باقی خواهند ماند رو در اختیار شش دهک به عنوان سهام عدالت قرار خواهیم. بنابراین پس از ابلاغ اصلاحیه پیشنهادی، نهادهای حمایتی هم به جمع 50 میلیونی دارندگان سهام عدالت می‌پیوندند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان هواشناسی امروز به دنبال پدیده وارونگی دما و تشدید آلودگی هوا برای تهران و کرج هشدار نارنجی صادر کرد. بر همین اساس همه مهد کودک‌ها و مراکز پیشدبستانی این دو کلان شهر امروز و فردا تعطیل شدند. فعالیت آموزشی مدارس هم در این دو روز مجازی برگزار می‌شود. شهرداری تهران هم اعلام کرده امروز مجوزی برای ورود به محدوده طرح ترافیک صادر نشده و از شهروندان درخواست کرده امروز و فردا از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو استفاده کنند. برای اطلاع از دما و آخرین کیفیت وضع هوا گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی خانم جعفری. سلام بر شما، بفرمایید که وارونگی دما تا کی در تهران و کرج ادامه داره و آیا شهرهای صنعتی دیگر رو هم در بر گرفته یا خیر؟ بله، به نام خدا سلام عرض میکنم حضور شما، سرکار خانم حسینی‌زاده و همچنین بینندگان محترم این بخش خبری. بعد خدمتون عرض کنم که برای امروز یک اخطاریه هواشناسی سطح نارنجی صادر شده برای تهران و کرج مبنی به افزایش غلظت آلاینده های جوی. البته بعد خدمتون عرض کنم که تا صبح روز سه‌شنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشورمون در بخش‌های شمال غرب، غرب و مناطق مرکزی کشور انتظار داریم که همچنان افزایش آلاینده های جوی رو شاهد باشیم، ولی برای شهرهای تهران و کرج هشدار سطح نارنجی صادر شده و کاهش کیفیت هوا رو داریم و شاخص کیفیت هوا در حد ناسالم برای همه گروه‌ها خواهد رسید که توصیه می‌کنیم که از تردد در فضای باز جدا خودداری بشه، به ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران قلبی ریوی و همچنین بانوان باردار که توصیه می‌کنیم که اکیداً از تردد در فضای باز جدا خودداری بشه. خیلی متشکریم خانم جعفری. آیا بر اساس پیش‌بینی هواشناسی در روزهای آینده ممکنه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور بشه؟ بله، خدمتتون عرض کنم خدا رو شکر از روز سه‌شنبه و برای روز چهارشنبه ورود سامانه بارشی از بخش‌های غربی به کشور داریم که پیش بینی می‌کنیم برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مناطقی از غرب، جنوب غرب، بخش‌هایی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش رو داشته باشیم که همین باعث میشه که اون آلودگی که در سطح شهرها داریم ان شاءالله از بین بره. و در مورد دما هم من خدمتتون عرض کنم که برای امروز و فردا در بخش‌های شمال شرق کشورمون کاهش محسوس دما رو داریم. روزهای یک شنبه و دوشنبه این کاهش دما به بخش‌های شرقی و جنوب شرق کشور هم کشیده میشه. ممنون از شما خانم جعفری، کارشناس هواشناسی.
آلودگی هوا چهارمین علت مرگ های زودرس در دنیا شناخته شده است. مطابق آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک وزارت بهداشت، در اجرای قانون هوای پاک وظایف و اختیاراتی وزارت بهداشت دارد که رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در برنامه سلام خبرنگار به آن اشاره کرده. وضعیت هوای آلوده و آلاینده ها و استانهای مختلفی که درگیرن، بعدم تعطیلی که اتفاق افتاده، اینها مسئولیت آور هستش. مسئله نفس کشیدن مردم هواست. اینو اصلا با تأخیر مواجه نکنید. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، 99% از جمعیت جهان در 117 کشور هوای آلوده تنفس میکنند که این مسئله منجر به افزایش بیماری های تنفسی شده است. آلودگی هوا به عنوان مهمترین ریس فاکتور برای سلامت انسان شناخته میشه. چهارمین علت مرگ های زودرس در دنیا شناخته شده و 7 میلیون مرگ زودرس رو ما سالانه به علت آلودگی هوا در دنیا داریم. آلودگی هایی که غالبا در نیمه دوم سال در کشور ما هم اتفاق می افتد و برای رفع آن تکالیفی بر عهده دستگاه گذاشته شده است. در قانون هوای پاک در سطح ملی 21 دستگاه وظیفه براشون تعریف شده و در سطح استانی هم 16 دستگاه به عنوان مجموعه محیط زیست وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه را بر عهده داریم. این وظایف و اختیارات ضمانت اجرایی هم دارد. محیط زیست در بحث‌های نظارت گزارش گیری ها و اقدامات را انجام میده و نهایتاً همه مجموعه اقدامات به صورت سالیانه از طریق سایت رصد پایش آلودگی هوا به دستگاه نظارتی و قوه قضاییه اعلام میشه. سیاست‌های کلی سلامت هم وزارت بهداشت رو به عنوان متولی نظام سلامت مسئول سیاست‌گذاری ارزیابی و نظارت بر سلامت میدونه. به عبارتی مسئول نهایی تامین سلامت مردم وزارت بهداشته که البته اقداماتی هم برای کاهش اثرات آلودگی هوا انجام داده. اقدامی که وزارت بهداشت انجام میده، خب با توجه به وظایفی که داره، این گزارشات رو برای هم در واقع دستگاه نظارتی ارسال میکنه و هم در واقع سازمان حفاظت محیط زیست، و دستگاه نظارتی از کلیه دستگاه‌هایی که وظایفی دارن در واقع وظایفشون رو درخواست میکنن. در حال حاضر واحدهای درمانی در میادین پرتردد مستقر هستند و افراد میتونن در صورت بروز مشکل خدمات لازم رو دریافت کنند. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما. تهران، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران رکورددار مصرف گاز در کشور. طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، با افزایش بی‌رویه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، تأمین گاز برای بخش‌های مولد کشور از جمله صنایع با محدودیت مواجه خواهد شد. در این باره گفتگو می‌کنم با رئیس مرکز کنترل شرکت ملی گاز. آقای کوشکی سلام، بر شما بفرمایید. هم اکنون سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز در کشور به چه مقدار رسیده و برای کاهش مصرف گاز در استانهای پرمصرف چه برنامه ای دارید؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. همونجور که اشاره فرمودید، میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری روز گذشته هم 70% از تولید رو به خودش اختصاص داده و دیروز 580 میلیون متر مکعب مصرف گاز در بخش خانگی بوده. استانهای پرمصرف هم که فرمودید، استان تهران رتبه اول مصرف، خراسان رضوی رتبه دوم و استانهای مازندران و اصفهان در رتبه سوم مصرف قرار داشتند. همونجور که در تصویر پشت سر من ملاحظه میشه، ما 92% از گاز تولیدی کشور در نیمه جنوبی کشور در واقع تولید میشه، اما برعکس اون میزان مصرف در واقع اکثریتش مربوط به نیمه شمالی کشور هست، یعنی 72% از مصرف در نیمه شمالی کشور در واقع داره اتفاق میفته. خب این گاز تولیدی باید از جنوب کشور به شمال کشور در واقع منتقل بشه. در حال حاضر همکاران ما در بخش تولید گاز در پالایشگاه‌ها با حد اکثر میزان تولید در حال تولید گاز هستند، با حد اکثر ظرفیت خطوط انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز در حال انتقال از جنوب کشور به شمال کشور هست. اما اون بخشی که مربوط به هموطنان عزیز ما میشه، مدیریت مصرف هست. خب واقعا 70% از گاز تولیدی مصرف زیادی هست که در بخش خانگی داره مصرف میشه. ما تقاضا داریم که هموطنان عزیز نسبت به مدیریت مصرف گاز در منازل خودشون یا محیط‌های اداری دقت لازم رو داشته باشن.
و کار خیلی سختی هم نیست، حالا در واقع با پوشیدن بله. لباس گرم در منازل یا اینکه محیط های مختلفی که در منزل هست رو به طور یکسان گرم نکنیم، محیط هایی که بیشتر استفاده میکنیم رو دمای مطلوب بله. داشته باشیم. خیلی متشکریم آقای کوشکی از شما، رئیس مرکز کنترل گاز کشور. درخواست آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن اقدامی سیاسی و برخلاف اصول سازمان ملل متحد است. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان تأکید کرد درخواست آمریکا بر پایه ادعاها و فرضیات جعلی صورت گرفته است. آقای ایروانی از آنتونیو گوترش خواست در چارچوب مسئولیت‌های دبیرکل از اصول منشور ملل متحد دفاع و جلوی اقدامات خصمانه آمریکا را بگیرد. دیپلمات ارشد کشورمان هشدار داد در صورتی که درخواست غیرقانونی آمریکا به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را ایجاد و به اعتبار سازمان ملل لطمه وارد خواهد کرد. قرار است شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل چهارشنبه این هفته درخواست غیرقانونی آمریکا برای پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را بررسی کند. وزیر امور خارجه در گفتگو با همتای هلندی خود و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد آمریکا و متحدان اروپا نمی توانند با فشار و ابزارسازی در مذاکره با ایران امتیاز بیشتر بگیرند. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه هلند از استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در قبال مسائل داخلی ایران انتقاد کرد. وزیر امور خارجه تاکید کرد این اقدامات غیر سازنده به گسترش خشونت و وقایع تروریستی در ایران منجر شده و بی تردید با کسانی که با سلاح گرم و سرد علیه پلیس و امنیت ایران اقدام کرده اند برخورد قضایی و عادلانه می شود. آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت ایران به تحریم و مداخله پاسخ می دهد. سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد. وزارت امور خارجه مراتب اعتراض شدید ایران را نسبت به ادامه دخالت‌های غیر قابل قبول آلمان در امور داخلی کشورمان به سفیر آلمان ابلاغ و تأکید کرد کارنامه تاریک آلمان نزد مردم ایران در تجهیز صدام دیکتاتور به سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی که منجر به شهادت و جراحت هزاران شهروند بیگناه کشورمان به ویژه صدها دختر کرد ایرانی شده و نیز همراهی برلین با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ما این کشور را در جایگاه پاسخگویی قرار داده و آلمان نمی‌تواند ملت ایران را برای رعایت حقوق بشر موعظه کند. سفیر آلمان هم در این جلسه احضاریه گفت مراتب را در اسرع وقت به کشورش منتقل می‌کند. دولت آلمان این روزها در حالی در قبال گروه موسوم به شهروندان رایش به اتهام براندازی شدیدترین اقدامات امنیتی که در پیش گرفتن در سیاست خارجی خود با ادامه دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل مثل ایران از جریان برانداز حمایت می‌کند. رسانه‌ها همچنان ادعای دولت آلمان مبنی بر تلاش گروهی که در تدارک براندازی بودند دومین شب متوالی در برنامه گفتگوی ویژه خبری بررسی شد. یورش 3000 پلیس برای دیدگاه مشترک کارشناسان برنامه درباره این رویداد نقش احتمالی راستگرایان افراطی در اقدام علیه حاکمیت آلمان بود. یک سری نگاه ها معطوف شده به اون جریان راستگرای حزب آلترناتیو برای آلمان. امکان داره که اینا برای اینکه جریانی رو تو آلمان رو تحت فشار قرار بدن، به خصوص که راستگرایان حال قوی شدن هستن، شاید به این دلیل این کار کردن. البته گرایش راستگرایان در انتخابات این دور نه دور سابق بعد از 70 سال وارد مجلس آلمان هم شد. اما واکنش امنیتی و رسانه‌ای دولت آلمان در مقابله با آنچه براندازی می‌داند در مقایسه با حمایت برلین از براندازان کشورهای مستقل محور کانونی تحلیل‌ها در این برنامه بود. وقتی آلمانیا میان در امور داخلی دیگر کشورها دخالت میکنن و از براندازان حمایت میکنن، من فکر کنم برای افکار عمومی روشنه که وقتی خودشون میان افراد خودشون رو بازداشت میکنن، این یک نوع استاندارد دوگانه است، گرچه
معلوم نیست اصلا چی بوده، یعنی معلوم نیست واقعا کودتایی بوده. 25 نفر که نمیتونن کودتا بکنن. الان خب تو اروپا به خاطر شرایط سخت اقتصادی، به خاطر کرونا و به خاطر جنگ اوکراین و بحرانهای دیگه، خب نارضایتی رو به افزایش است. طرفی به خاطر جنگ در لیبی و سوریه و تحریم‌ها در کشور مختلف و حالا اوکراین، پناهجویان زیادی به اروپا رفتن و این نارضایتی رو افزایش داده. رضایی دیگر کارشناس بین‌الملل نیز از تأثیر رویداد مورد ادعای دولت آلمان درباره براندازی در این کشور بر نظم بین‌الملل گفت. ظهور و رشد جنبش‌های مدنی در خانواده اروپا و همونطور که الان در این برنامه موضوع محوری آلمان هست، در حقیقت اینها مسائلی است که اون نظم بین‌الملل رو عملا داره از بین میبره. جمع‌بندی دیدگاه‌ها در این برنامه تصریح بر این واقعیت در عرصه بین‌الملل بود که امنیت ملی برای همه کشورها خط قرمز تلقی می شود. انتظار میره که کشورها همونطور که توجه می کنن به امنیت ملی خودشون، در خصوص امنیت ملی دیگه کشورها هم سیاست های دوگانه اتخاذ نکنن. دستیابی تروریست ها به سلاح های ارسالی غرب برای اوکراین. به گفته نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل، مقادیر زیادی سلاح به اوکراین فرستاده شده و گروه های مسلح در غرب آسیا و آفریقا هم به این سلاح ها دست یافتند. در این نشست که درباره تحولات اوکراین بود، نماینده روسیه هم گفت سلاح های غربی به بازارهای سیاه راه پیدا کرده و این وضع تهدیدی برای امنیت بین المللی است. ایزومی ناکامیتسو، نماینده ارشد امور خلع سلاح سازمان ملل نیز با اشاره به قاچاق تسلیحات از اوکراین درباره تشدید درگیری های مسلحانه و وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در جهان هشدار داد. در این نشست نماینده اوکراین مدعی شد که کشورش سازوکارهای لازم را برای نظارت بر واردات و توزیع سلاح دریافتی و جلوگیری از قاچاق آن در اختیار دارد. سازمان ملل اعلام کرد از ابتدای سال 2022 تا کنون 216 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیستی شهید شدند. دست کم 164 فلسطینی تنها در کرانه باختری اشغالی شهید شدند. بر این اساس شمار فلسطینیانی که امسال در کرانه باختری به دست نظامیان صهیونیست شهید شدند بالاترین میزان در 16 سال گذشته است. گروه های کنشگر حقوق بشر میگویند رژیم صهیونیستی سیاست تیراندازی برای مرگ را ضد فلسطینیان به اجرا گذاشته است. رسانه‌های آمریکایی از تکمیل و سرریز ظرفیت بیمارستان‌های این کشور در پی افزایش موارد ابتلا به کرونا و آنفولانزا خبر دادند. شبکه تلویزیونی NBC اعلام کرد در 2 ماه گذشته دست کم 13 میلیون نفر به آنفولانزا مبتلا شده‌اند. در همین مدت 120 هزار نفر به علت این بیماری بستری شده و 7300 نفر هم فوت کردند. میزان مثبت بودن آزمایش آنفولانزا در آمریکا امسال حدود 25% اعلام شده که این رقم سال گذشته 3% بوده. روز گذشته حدود 31 هزار آمریکایی دیگر هم به کرونا مبتلا شدند. 184 بیمار کرونایی هم جان باختند که پس از ژاپن آمریکا در رتبه دوم مرگ و میرهای روزانه کرونایی قرار گرفته. با گسترش شیوع آنفولانزا و کرونا در آمریکا، مقامات این کشور از مردم خواستند در فضاهای بسته از ماسک استفاده کنند. به نام خدا. سلام. تیم‌های راهیافته به نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر امشب تکمیل میشن. در آخرین بازی‌های مرحله یک چهارم پایانی از ساعت 11:30 مغرب با پرتغال دیدار می‌کنه و از ساعت 22:30 انگلیس به مسافه فرانسه خواهد رفت. در همین چارچوب دیشب آرژانتین و هلند به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان وقت‌های عادی و اضافه 2-2 مساوی خاتمه یافت و کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی آرژانتین 4-3 به پیروزی رسید و به جمع 4 تیم برتر راه یافت.
همچنین دو تیم برزیل و کرواسی در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی رو در روی هم قرار گرفتن که این مسابقه هم در پایان 120 دقیقه 1-1 مساوی شد. در ضیافت پنالتی ها کرواسی 4-2 برزیل رو شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی سه‌شنبه 22 آذر آرژانتین با کرواسی مسابقه میده. سی‌وسومین تیم حاضر در جام جهانی قطر تیمیه که توی جام نبود اما قهرمان جام شده. این خوشحالی هواداران تیم 33 جام جهانی است. نه تنها هواداران بلکه بازیکنان هم طرفدار این تیمند. اینجا بعد از پیروزی تیم ملی مغرب مقابل اسپانیا این پرچم فلسطین است که خودنمایی می‌کند. تصویری که در مسابقه اوروگوئه و پرتغال هم دیده شد. فلسطین، تیمی که به نوشته نیویورک تایمز قواعد بازی در جام جهانی را به هم ریخته و حالا با حضور نمادینش تیم 33 جام جهانی در قطر شده. اینجا در خیابان‌های دوحه این پرچم فلسطین است که به اهتزاز در آمده. پرچمی که فقط در میان گردشگران دست به دست نمی شود، بلکه واقعیت را به خبرنگار رژیم صهیونیستی گوشزد می کند. فرقی نمی کند هوادار فوتبال نخست وزیر کرواسی باشد یا طرفداران یک تیم. اینجا در جام جهانی صدای همراهی با تیم فلسطین بلند است. تیمی که به تعبیر الجزیره بدون حضورش در جام جهانی قهرمان شده. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما. و ورزشکاران جوان ایران با کسب 13 مدال طلا، 5 نقره و 5 برنز بر سکوی نخست جهان ایستادند. در آخرین روز این رقابت‌ها و در ساندای جوانان سهیل موسوی در منهای 75، عرفان محرمی در منهای 70، امیر حسین همتی در منهای 60، کوثر علیزاده در منهای 60 و دیانا رحیمی در منهای 56 کیلو 5 مدال خوشرنگ طلا برای ایران کسب کردند و در منهای 56 رضا خورشیدی، منهای 52 کیانا بیابانی و در منهای 80 کسرا لورایی صاحب مدال نقره شدند. همچنین در طلا یونس خدایی طلا گرفت. تیم‌های دوئلین دختران و پسران به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند و حسی صدیقی به مدال برنز رسید. این مسابقات به میزبانی اندونزی برگزار شد. ممنونم از همراهیتون. رئیس جمهور در نشست فوق‌العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه 1402 جهت‌گیری‌های این لایحه با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم را کاملاً منطبق اعلام کرد. آقای رئیسی گفت اگر مجلس هم اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم را در موضوع لایحه بودجه سال آینده خواستار است، باید آن را تصویب و اعلام کند. رئیس جمهور همچنین از لزوم دیده شدن ارقام، منابع درآمدی و مصارف به صورت واقع بینانه در لایحه بودجه گفت و بر داشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای در بودجه تأکید کرد. دانشگاه فرهنگیان از معلمان ممتاز با مدرک دکترا 1000 عضو هیئت علمی جذب می کند. رئیس دانشگاه فرهنگیان با اعلام این خبر گفت دانشگاه فرهنگیان به 3000 عضو هیئت علمی نیاز دارد. به این صورت که بعد از فراخوان که انشاءالله هفته آینده خواهد بود افراد اولا مساوی علمی میشن، بعدا به کمیته های تعیین صلاحیت عمومی معرفی میشن. در صورتی که همه اینا رو به خوبی و درستی طی کنن تازه وارد هیئت اجرایی جذب دانشگاه میشن که با حضور نماینده مجلس وزارت علوم برگزار میشه و افراد برای شهرها و استانهای خودشون تبدیل وضعیت میشن به عضو هیئت علمی. متخصصان یک واحد فناور در دانشگاهی موفق شدند دستگاه ارتعاش دهنده بدن را طراحی و تولید کنند. از این دستگاه برای بهبود و تسریع در درمان بیماران مبتلا به آرتروز زانو استفاده می شود. بیمارانی که دچار مشکلات آرتروز زانو هستند، یکی از نسخه‌های پزشکان برای کاهش درد و تسریع در روند درمانشون فیزیوتراپیه.
حالا فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانستند به دانش فنی ساخت دستگاه ارتعاش دهنده بدن دست پیدا کنند. دامنه دستگاهمون کمتر از 5 میلیمتر و فرکانسمون در حدود بین 20 تا 50 هرتز قرار داره. دستگاه متناسب با نوع بیماری، سطح بیماری که شخص قرار داره، قابل تنظیمه و میتونه باعث بهبود میشه این فرایند. ساخت داخل این دستگاه فناورانه نسبت به نمونه خارجی مزیت هایی داره. یک موتور ارتعاشی به کمک دو جسم لنگ ارتعاش ایجاد میکنه و بعد از اون با استفاده از چهار فنر خطی هستن، ما یک سیستم ارتعاش خطی رو ایجاد کردیم و ارتعاشات رو در جهت عمودی کنترل میکنیم که بعدا به شخص یا اون فرد بیمار منتقل میشه. کاربرد دستگاه متنوع و فقط برای بیماران دچار آرتروز زانو نیست. مدت زمان بهبود برای آسیب‌های مفصلی و عضلانی رو کاهش میداد، باعث بهبود عملکرد قلب و عروق میشد و همچنین باعث جلوگیری از آسیب‌های نخایی و همچنین باعث افزایش کنترل بر علائم حرکتی میشد. البته فرایند استفاده از این دستگاه نسبت به فیزیوتراپی متفاوته. این دستگاه فرکانس قابل تنظیم داره، با دامنه به خصوص توسط پژوهش‌های قبلی که گزارش شده برای مثلا آرتروز زانو باید ارتعاشات دامنه حدود 2-3 میلیمتر داشته باشه و فرکانسی حدود 20 هرتز تا 50 هرتز داشته باشه. بنابراین کنترل این فرکانس ارتعاشات توسط دستگاه به راحتی قابل انجامه. تجاری سازی این محصول و تولید انبوه آن از اهدافی است که در این شرکت دانش بنیان دنبال می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما. مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت هر گونه افزایش قیمت سیمان را تکذیب کرد، در حالی که هفته گذشته رئیس کانون انبوه سازان از افزایش قیمت سیمان خبر داده بود، اما بررسی های میدانی از ثبات قیمت در بازار حکایت دارد. در روزهای گذشته خبری مبنی بر افزایش قیمت سیمان در بازار منتشر شد، خبری که رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن آن را اعلام کرد. این در حالی است که به گفته مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت نه تنها قیمت سیمان افزایش نداشته، بلکه در برخی موارد کاهشی بوده. خبرهای دال بر افزایش قیمت سیمان بین 70 تا 80 هزار تومان در بازار وجود داشت که به هیچ عنوان صحت نداره با فیلگیری‌هایی که این جانب از عاملان سیمان و انجمن سیمان انجام دادن. قیمت سیمان 49 تا 54 هزار تومان و پایین‌تر از این موضوع هم هست. بعضی جاها 44 تومان هم هست، 45 تومان هم هست. سری به بازار سیمان زدیم. قیمت سیمان 5 کیلویی قیمتش داری؟ 47 46 این اولوشه. تا 50 تومان هم هستش. سیمان تیپ 2 که معمولاً مصرف بیشتری داره 48 تومن 50 تومن. امروز سیمان قیمت همون 48 تومن بوده. من دقیقاً 2-3 ماه خرید میکنم همون قیمت قبل، مشکلی نیست. الان 45 تومن 44 تومن این قیمتای خیلی وقت این قیمت الان. به گفته فعالان بازار کمبودی نیست و سیمان به صورت مرتب توزیع میشود. الان بار سیمان داره به خوبی میاد. خوبی داره میاد. مشکل خاصی نیست. نه مشکل خاصی نیست. الازه توزیع خوب بود، عالی بود امسال. ارزم کم نشده. متعادل بازار. با عرضه هفتگی بیش از 1 میلیون تن سیمان در بورس کالا، ثبات نسبی قیمت این محصول را در بازار شاهد هستیم. هر هفته حدود 1,240,000 تا 1,300,000 تن سیمان در بورس کالا عرضه میکنیم و تقاضاهامون در همین حدوده. این مقداری که ما برنامه‌ریزی کردیم نیاز کشور هم همین اندازه است و تو تسویه قیمت‌ها تأثیر مستقیم داره. این میزان عرضه زیادی که تو بورس کالا کردن تأثیری میتونه تو ثبات نسبی قیمت داشته باشه؟ تقریبا بله، ولی حالا بالاخره اونجا رقابت هست، یه ذره تأثیر داره، یه ذره بالا پایین میشه، ولی تقریبا ثبات خوبی داشته. دست پای خیلی از واسطه ها رو بسته که این واسطه ها باعث افزایش قیمت مساله نشه. هر کسی، شخص عادی هم میتونه بره بورس خریداری کنه. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما. مراسم تشییع مرحوم رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، فردا در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار می شود. روابط عمومی کل سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه اعلام کرد آیین تشییع پیکر جانباز عالی قدر و مجاهد دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سازندگی، سرتیپ پاسدار مهندس رستم قاسمی
وزیر سابق راه و شهرسازی فردا یک شنبه از ساعت 9 صبح در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار می شود. آینه گرامی داشت یاد و خاطره این سردار مخلص هم دوشنبه 21 آذر ماه از ساعت 14:30 تا 16:30 دقیقه در مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شهرک شهید محلاتی برگزار می شود. ادامه خبرها. فقط 30% از اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه‌های زراعت، دامپروری، باغبانی، شیلات، محیط زیست و منابع طبیعی محقق شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اعلام این مطلب گفت برای کاهش وابستگی 90% واردات روغن مورد نیاز کشور و تولید محصولات روغنی، سازمان پنبه و دانه‌های روغنی احیا شده است. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، میزان ارز واردات دانه‌های روغنی به کشور معادل بودجه کل مراکز آموزشی کشور است. یعنی وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه‌های مرتبط هر کدام هزینه‌ای می‌کنن، همه رو جمع بکنیم، معادل این رو داریم میدیم در قالب به اصطلاح ارز به خارج از کشور که روغن وارد بکنه. وابستگی 90% به واردات دانه‌های روغنی سبب شده مسئولین به طور جد پیگیر احیای سازمان پنبه و دانه‌های روغنی باشند. یه مقطعی در گذشته آقایون آمدن این بحث سازمان پنبه و دانه‌های روغنی رو تعطیل کردن. در حوزه تولید پنبه 160 هزار تن وش ما نیاز داریم. 100 هزار تن تولید می‌کنیم، 60 هزار تن رو باید شما تامین بکنید، بسترسازی بکنید، نهادها رو مهیا بکنید، فضای تشویقی ایجاد بکنید که به 160 هزار تن برسیم. نیاز صنایع ریسندگی بافندگیمون رو تامین کنید. در حوزه روغن هم بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. رو تکلیف کردیم به وزارت محترم جهاد کشاورزی کار انجام بده. الان هم سازمانی به نام سازمان پنبه و دانه‌های روغنی در حال شکل گرفتن. به گفته عسکری برای کاهش این وابستگی باید هم به سرسازی شود و هم بسته‌های تشویقی و حمایتی را به کار گرفت. کشاورزان عزیز ما کلزا کار بودن، کلزا کشت می‌کردن. دولت محترم اومده بود تقریبا قیمت 15 تومان به ازای هر کیلو بسته بود. ما در بازدیدمون از گرگان نشستیم پای درد دل کشاورزان، مکلف کرده که دولت محترم 15 تومن رو به 23 تومن برسونه، ماه تفاوت رو بپردازه، که خوشبختانه ماه تفاوت رو پرداخت. در این حوزه هم باید بسترسازی بکنیم، هم نکات تشویقی رو، ترغیبی رو ایجاد بکنیم. و البته در برنامه هفتم و بودجه سال 1402 نیز بحث کاهش واردات دانه‌های روغنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. برای برنامه هفتم توسعه و هم برای برنامه بودجه 1402 که مواردی که مرتبطه با توسعه بخش کشاورزی داریم دنبال میکنیم که انشالله دیگه مثل برنامه ششم توسعه نباشد که احکام اجرایی ما مثلا 30% باشه. ما حتما باید حداقل برای برنامه هفتم توسعه بین 60 تا 70% رو عملیاتی و اجرایی بکنیم. فریبا رضایی، خبرگزاری صدا و سیما. قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در راستای حمایت از کارآفرینی و تولید سال گذشته بیش از 25 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. خانم زادمان بانوی کارآفرینیه که تونسته با پشتکار خودش و کمک سازمان بسیج سازندگی یک کارگاه قالی‌بافی دست و پا کنه. از طریق بسیج سازندگی با مسجد همکاری داشته باشیم، یه مکانی تو مسجد به ما تعلق گرفت، برای ما درست کردن که اونجا کارگاه قالی بافیمون رو افتتاح کنیم. کارت مهارتم رو گرفتم و با کارت مهارتم تونستم وامی بگیرم و یه داری بر خودم بگیرم و از اون طریق یه کمک معیشتی برای خانوادم باشه. این بانوی کارآفرین در سال 120 تابلو فرش تولید میکنه و 30 بانو رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار کرد. با دیگر کشورها تونستیم ارتباط بگیریم، مثل کشور ایتالیا، امارات و هند. البته همراهی تحصیلگران سازمان بسیج سازندگی در موفقیت و اشتغال رو میتونیم رکن اصلی کار بدونیم. ما 1200 نفر تحصیلگر آموزش دیده داریم در راستای ایجاد اشتغال که مراجعه میکنن، این متقاضیان رو
که اطلاعاتشون تو سامانه بارگذاری شده اهلیت سنجی میکنن. سه دوره برای ایجاد این کارگاه وام تعلق گرفته شده از طریق قرارگاه بسیج سازندگی. یه داره بده بچه‌ها خودشون درست کنن. آقای برخورداری هم تو کارگاه آموزشی تولیدی خودش برای 52 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده. بعضی که دیپلم رو گرفتن اونایی که میتونن اینجا کار کنن، ما همینجا در خدمتشون هستیم. اونایی که نمیتونن تو محل کار کنن، به صورت برون سپاری وامی بسیج سازندگی در اختیارشون قرار میده که تجهیزات و ماشینالات رو تهیه کنن. خانم پناهپور هم تونسته برای افراد با کمترین مهارت در کارگاه خودش شغل ایجاد کنه. کسایی که حرفه ندارن و کار بلد نیستن آموزش بهشون میدیم، کمکشون میکنیم مدرک فنی حرفه‌ای بگیرن. در طرح مشترک قرارگاه سازندگی بسیج و سازمان فنی و حرفه‌ای، افراد جویای مشاغل خرد پس از آموزش‌های رایگان در سامانه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی ثبت نام کرده و با حمایت‌های این سازمان صاحب کسب و کار میشوند. تو 32 عرصه مختلف داریم در حوزه مشاغل کوچک و خانگی فعالیت میکنیم که عمده فعالیت‌هامون بیشتر در حوزه کشاورزی، صنایع دستی، امنیت غذایی و فعالیت‌های در حوزه دام و طیور و ماکیان هست. سال گذشته 25,000 نفر با حمایت‌های بسیج سازندگی صاحب یک شغل پایدار خانگی شدند. ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما. امروز شنبه 19 آذر، 15 جمادی الاول و 10 دسامبر است. در تهران غروب آفتاب ساعت 16:51، اذان مغرب ساعت 17:11 و هنگام نیمه شب شرعی هم ساعت 23:12 خواهد بود. از همراهی شما سپاسگزاریم. ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم بیننده میز اقتصاد امروز باشید. خدا نگهدار.